سلام. حالتون چطوری؟ خوبی؟ سال نو مبارک. چه خبر؟ مرسی، همچنین به شما. همچنین شما چه کلاه باحالی داری؟ سلامتش قابل شما رو بفرستم. خواهش میکنم، منو با کلاه میفرستم به تو ببرم. دیدم تو لایو شما کلاه میذاری، گفتم که منم امشب یه کلاهی بزنم. خلاصه خوب کرد. خب ببین، بعد من یه مدتی مامو ندارم، گفتم بهتره اینا رو. بعد چی شد؟ چه جوریه؟ شما چه جوری سرتون رو میشورین؟ باور نمیشه. ببین، بعد ببین، خیلی‌ها که مودن دارن برنامه تماشا میکنن نمیدونن چقدر شانس دارن، چون ما که موندیم هر هفته، هر یکی دو هفته بعد اینا رو بعد بتراشیم، وگرنه اینجاش رشد میده، اینجاش هیچ چیز نمیاد. همیشه میگم نمیشه بعض لیزر که دیگه درد نیاد. لیزر درد داره داداش. خب حالتون چطور؟ خوب این سر حالین؟ من خوبم، خدا رو شکر، سر حال. ما اینجا با بچه‌ها آره، ما دیگه اینجا ببین، بچه‌ها دیگه ماشاءالله 11 ساله 9 ساله الان دیگه مدرسه نمیرن. پس جالبه، خیلی‌ها میگن خب الان حتما وقت زیاد داری، ولی راشو بخوای بین بچه داری و خونه تمیز کردن و بعد ورزش کردن و به کار خودت برسی، اصلا دیگه تمام روز میگذره. آره آره، کار خودتونم که خب یه داستان پر حاشیه و پر از پایین و بالاست، یعنی خیلی سخته. آره دیگه، میدونی من خودم نمیدونم میبینین یا نه، چون که اونجا خب دیر وقته به وقت شما، ولی من هر روز حدود ساعت 4 یا 5 بعد از ظهر سعی میکنم یا اینستاگرام لایو بزنم که به وقت، آره وقت شما 4 صبح. خیلی هم میان اتفاقا، آره خیلی از ایران میان. دستکش معروف آوردین یا نه؟ نه، دستکش معروف برای برنامه خودمه. میدونم دارم اذیتتون میکنم. آقا به من میگن سلطان بیمزه ها، چی کار باید بکنم مثل شما بامزه بشم؟ ماز جان برو دارم بامزه هستی ماشاءالله، دیگه خود دیگه کار خودتو بکن. به مردم گوش نده، مردم هی فقط دوست دارن ایراد بگیرن و اذیت بکنن. میدونی من دارم میگم بابا این برنامه مجانی، اگه دوست نداری تماشا نکن، اینقدر آسون بشی. آره. من این کامنت ها رو با عزت میبندم که بریم با هم دیگه سر بحث. تصویرم خوبه، اوکی شد؟ آره بفهم. مازیون، من کلن از زمانی که شوفرش رو شروع کردیم راجع به هر آرتیست و هر کرکتری که میخواستیم تو برنامه باش مصاحبه داشته باشیم ریسرچ میکردیم، تحقیق میکردیم این برانور و بیشتر میخوندیم در موردشون. این چند وقت هم حالا قبل از اینکه با شما شروع کنیم دقیق تر شدیم و ریزتر شدیم روی کرکتر شما، روی فیلم های شما. داشتیم فیلم ها رو نگاه میکردیم، استنداپ ها رو نگاه میکردیم، رسیدیم به استنداپ قطر اگه اشتباه نکنم، کنفرانس تد بود، درسته؟ آره درسته. توی جمعیت بیشتر همه عرب بودن، البته این برداشت شخصی منه ها، میگم شاید اینجوری نبوده باشه. قبل از اینکه شما شروع کنی احساس میکنم اون جمعیت یه گاردی نسبت به کسی که میخواد استنداپ کمدی بکنه و ایرانیه احساس میکردم داشتن، ولی رفته رفته که شما شروع کردی اصلا بحث عوض شد و دیگه آخراش یه جوری شده بود که همه مثلا پاره شده بودن از خنده، کف زمین بودن و شما اون جمع و اون اتفاق و اون مسئله رو به نفع خودت تموم کردی. این به نظر من نتیجه سالها تجربه است. بالاخره شما با افراد خیلی مطرح و مشهور در سطح دنیا کار کردی، جیمز کوردن، کولبرت، برنامه های شما رو توی نتفلیکس پخش میکنن. نمیخوام بیام بگم که شما الان به عنوان یک فرد موفق ادوایس بدین، میخوام دوست دارم از اول برام شروع کنید که از کجا شروع شد، از شکست ها، از سختی ها برام بگین و الان این کاراکتر ماز جبرانی اومده بالا و اینقدر موفق و خوبه. خب اولا که میدونی اون ویدیو که شما دیدی روی همون یوتیوب از همون تد تاک بود در قطر، ببین برسه. من فکر نمی کنم اونا چیزی زده مثلا ایرونی بودن من فکر می کردم. من فکر می کنم که اگه شما نگاه کنی به اولا که تد تاک ها معمولا اونا چیزای جدی تر هست، پس تماشاچی ها که میان اونجا آماده هستن برنامه جدی ببینن. درست. بعد یه تئاتر درواز بود که بیرون بودیم، امپاتیتر بود. درست. اونم باعث میشه که یه خورده تماشاچی ازت دور باشن، مثل کامدی کلاب نیست که همونجا جلوت باشن. چون که راش بخوای من از سال 2007
با Access of Evil Comedy Tour شروع کردیم بریم به خاورمیانه و به به کشورهای مختلف توی همون کشورهای عربی، باشه مصر، باشه بله. قطر، اصلا عربستان سعودی هم رفتیم. و بهت بگم اونا با ایرانی بودن من هیچ وقت فکر نکنم نه که میگم این استنباط شخصی من بود. آره نه ولی دارم بهت میگم خیلی برای من جالب بوده، چون که اونا یه خورده اصلا ببین سیاست رو وقتی تو میری رو صحنه کمدی اجرا میکنی سیاست میره کنار. بهت بگم مثلا من شده برنامه بذارم و عربا بیان به من بگن آقا چقدر داریم باید حال میکنی، دمت گرم، ما عاشق ایران هستیم و از اینجور حرفا میزنن، خیلی برای من جالبه. چون که واقعا به نظر من کمدی میتونه ما رو نزدیکتر بکنه به هم دیگه. یعنی باور کن اصلا بین عربا و فلسطینیا، مثلا من برنامه داشتم که توی اتاق فلسطینی باشه عرب باشه با هم دیگه دارن میخندن، میدونی؟ ببخشید شما... فلسطینی و کلینی، ببخشید اسرائیلی، معذرت میخوام بسیدی پریدم. میخوام بگم که شما داری تلاش میکنی که این وجهه رو، این طرز فکر رو عوض کنی و موفق هم بودی. آره اینه شاید، ولی دارم میگم فقط من نیستم، دارم میگم کمدی و مثلا موسیقی اینجور چیزا میتونه ما رو نزدیکتر بکنه. پس اونو میخوام عربی. بعد پرسیدی راجبه مثلا خب اولای برنامه، از اون اول که شروع کردم ببینید، من الان حدود 21 2 سالی که دارم این کارو میکنم. بله. و میگم ببین کمدی مثل هر کاری هست، حالا تو میخوای دکتر بشی، میخوای وکیل بشی، میخوای مهندس بشی، میخوای خواننده بشی، هر کاری که میخوای بکنی تمرین و وقت. من به همه میگم، به جوانا که میخوام برن تو کمدی بهشون میگم، تو از سراسر دنیا هر کی به من تماس میگیره میگه آقا میخوام کمدین بشم، میخوام هنرپیشه بشم، میگم خب تو باید این کار رو برای یه مدت طولانی بکنی. مثلا من اون اولی که شروع میکردیم، هر جا که به ما اپورتونتی میدادن که بریم رو صحنه ما شرکت میکردیم. پس اول مثلا میرفتی کافی شاپ، خب بعد جالب اینجاست وقتی میرفتی کافی شاپ که برنامه اجرا کنی، یه صحنه میذاشن کنار، مردم هم دارن چایشون و کافیشون اون ور میخورن، بعد مثلا تو میگه یه جوک بگی، وسط جوکت مثلا طرف شروع میکنه کاپچینو درست کنه، یهو جوکت با صدای کاپچینو اصلا قطع میشه، اصلا مردم نمیشنون. پس از ببین باور کن، از کافی شاپ ها تا مثلا گفتم من یکی دو بار رفته بودیم توی یک کلیسا، زیر زمین کلیسا برنامه گذاشته بودن، یه بار توی لس آنجلس استریپ کلاب که خانما که باور کن، یعنی ما هر جا که بهمون صحنه ببین یه اتاقش استریپرا بودن، یه اتاقش کمدینا بودن. بعد گاهی گاهی یکی با استریپر میومد تو اتاق کمدینا، ما هم میگفتیم آقا ما داریم جوک میگیم، بعد میگفت کارتون بکن دیگران ما نباش، ما اینجا داریم کار خودمون بکنیم. خلاصه میخوام بگم که اگه واقعا علاقه مند یک چیزی هستی راهشو پیدا میکنی. من اون اولا و الانم به مردم میگم، اگه میگم واقعا میخوای کمدین بشی، بعد بین 5 تا 10 بار هر هفته بری رو صحنه و تمرین کنی و اجرا کنی و هی برنامه بنویسی. مثلا الان که کرونا اومده، به خاطر کرونا ما که نمیتونیم بریم برنامه کلاب برنامه اجرا کنیم، من یه دونه از دلایلی که هر روز ساعت 4 وقت خودم این اینستاگرامو میزنم این هستش که بتونم یه رو هر روز برم جلوی یه تماشاچی ها، که البته تماشاچی الان روی ویدیو هستن، ولی میرم اونجا راجب روزم صحبت میکنم، سعی میکنم با کمدی با طنز، و برای من باز میشه یه تمرین. بله. و پس میگم اگه واقعا علاقه مند هر کاری هستی باید تکرار کنی، ادامه بدی، تمرین کنی، و بعد از 5 سال، بعد از 10 سال میبینی که کم کم یاد گرفتی و آره حالا ما خیلی دوست داشتیم از اون شکست‌ها و اون سختی‌های مسیرتون هم بدونیم، از ابتدا که شروع کرده بودیم. خب معلومه دیگه. خب ببین اولا که اون اوله که شروع می‌کنی، اصلا خب همه فکر می‌کنن که آدم فکر می‌کنه که وقتی یه کاری هستش که خودت این کارو نکردی، داری از به عنوان تماشاچی می‌بینی، اگه یکی ببینه که کارش به نظر میاد که خیلی آسونه، این نشون میده که این طرف این کارو خیلی وقت داره انجام میده. پس من که مثلا میشینم دارم تماشا میکنم، شاید مثلا من یه از این برنامه‌های رقص تلویزیونی ببینم یارو مثلا داره هی میچرخه و میرقصه و میپره، به خودم میگم او منم میتونم این کارو بکنم، تا وقتی که برم چیز امتحان کنم ببینم که نه واقعا کار سختیه. همچنین با کمدی اون اوله که آدم شروع میکنه فکر میکنه که خب مثلا من میتونم برم رو صحنه، مثلا من فن ادی مرفی بودم از قدیم، ادی مرفی که می دیدم اون انقدر کارش خوب بود، گفتم خب منم میتونم برم مثل این مثلا مردم بخندونم.
ولی ببین باور کن چندین بار میشه که من تو اون اوله اولی که میرو صحنه جوکاتو میگی مردم اونجا دارن تماشا میکنن. خاطره جالبی هم تو... داریم ازش بگیم. آره دیگه، مثلا من بهت بگم یه دونه، ببین یه دونه از بهترین اتفاقایی که برای من افتاد و باز به جوون ها میگم، به همه میگم، شما میگن توی آمریکا میگن به انگلیسی میگن فیلیر، با فیلیرات یاد میگیری، وقتی که شکسته میشی با شکسته هات یاد میگیری. پس من مثلا من خودم اون اولای که برنامه اجرا میکردم، میرفتیم کلاب و یه کلابای بودش که میگفتن آقا هممون آماتور هستیم، پس هر کدوم از کامیدینا چهار پنج تا تماشاچی هم با خودتون بیاریم. پس ما مثلا فک و فامیلا، رفیقا، همکارا رو میگفتیم آقا من برنامه دارم امشب، باید بیاید بشینید ما رو تماشا کنید. آره اون اول اولش بود. بعد وقتی اون برنامه رو اجرا میکردی با آماتورهای مختلف، خب هممون کارمون خوب نبود، هممون کارمون بد بود و تماشاچی ها فک و فامیلا بودن، میشستن یه خورده اقلا حمایت میکردن و اونجا بودن. بعد از یه مدت من قبول شدم به کامیدی استور لس آنجلس که یه دونه از کلابای بزرگ دنیاست و اونجا پروفشنال هستن. بعد اون اولایی که من اونجا میرفتم، ببین باور کن، باز میرفتم همون برنامه‌ای که جلوی فک و فامیلا اجرا میکردم که میخندیدن، جلوی این مردمایی که الان توی سالن پروفشنال بودن داشتم اجرا میکردم، همینجوری ما رو تماشا میکردن. بعد من اونجا یاد گرفتم که کامیدی، مثلا شما الان برنامه منو آنلاین ببینی، ببینی که خیلی وقتا با تماشاچیا حرف میزنم، یه خود گپ میزنم، میدونی این برای من یه چیزی هستش که باعث آره هم موقع لحظه، همین که منو میاره تو سالن و اینا رو میبینن که من با اونا توی اتاق برنامه زنده هستم، همه رو یه خورده هیجان زده میکنه. پس همچنین من یه شب بود کامیدی استور، ببین شما وقتی که قبول میشی تو این کلاب کامیدی استور، خب وقت به هر کمدین یه وقت خاصی میدن، میگن مثلا تو بیا 10 شب، تو بیا 10:30، 11. اون اوله که قبولت میکنن اون وقتای خوبو بهت نمیدن. به من مثلا یه بار وقت داده بودن، باور کن کلاب ساعت 2 میبست، 1:45 صبح من رو صحنه بودم. آره بعد 1:45 صبح که تو میری رو صحنه، خب کی مونده؟ 3-4 نفر موندن، همه ماسک کردن و رفتن خونه‌شون. من رفتم رو صحنه، باور کن دو تا پسر بودن که نشسته بودن این طرف با یه دختر، خب و پسرا راست چه بخوای تیپشون خیلی جالب نبود، دختره خیلی خوشگل بود. منم برنامه رو شروع کردم اجرا کنم، دیدم که نمیخندن. بعد دیگه گفتم ببین من اصلا برنامه رو میذارم کنار، میرم با اینا صحبت کنم. من اصلا خودم چیز بودم، کنجکاو بودم که اصلا اینا شما دوتا چجوری با این دختره اصلا اینجا چه خبره؟ آره آقا باور کن من که شروع کردم با اینا حرف بزنم، من از اینا مسخره میکردم، اینا میخندیدن، بعد من بیشتر مسخره. بعد یهو ببین دوزاری مفتاد که تو باید تو هر اتاقی هستی باید چشماتو باز کنی به عنوان کامیدین و راجع به هر اتفاقی که داره میفته صحبت کنی. پس اون یه دونه از اون شبا بود که برنامه یه جوری شروع شده بود که اصلا هیچ خنده نبود. منم رو صحنه اصلا جلو 3 نفر که نمیتونی برنامه جوری کنی، اصلا میتونی بری اگه میخوای اینجوری کنی برو تو اتاق خودت تو خونت با دیوار صحبت کن. اینا همینجوری شما تماشا بگید تا من شروع کنم باشه صحبت کنم، همون وقت دوزاری مفتاد. پس اون یه دونه از تجربه ها بود که من یادم بوده که بله آره. به نفع خودتون استفاده کردید. آره. از شکسته یاد گرفتیم. بله خیلی ها فکر میکنن که حالا مثلا به قول این تماشاچیایی که یه موقعی اتفاقی باشون میفته از قبل هماهنگ شده است، ولی من فکر میکنم اینجوری نیست، درست میگم؟ اصلا اینجوری نیست. میدونی برای خودم، خب شاید من نمیدونم، شاید یه کامیدیان ها حتما هستن که شاید این کارو میکنن، به رفیقشون میگن که مثلا با اجازه میلا امان فون بابا گو یس ببخشید دختر، گفتم بچه ها خونه هم میان وسط کار. نه اشکال نداره، این لایف به همین چیزاش جذابه دیگه. آره ببین آره بعضی شاید هستن که مثلا به رفیقشو میگن برو اونجا، مثلا اگه گفتم مثلا یه حرفی زدم تو جواب بده بعد اسکریپت، ولی آره. برای من هیچ وقت نبوده و اتفاقا برای من ترجیح میدم که برنامه هر جوابی که بیاد در همون لحظه اون جواب بیاد. چرا؟ چون که دو تا چیز هست. اولا که این منو بیدار میکنه، چون ببین ما کامیدین ها برنامه که اجرا میکنیم در مثلا در یک سال اگه برنامه ما رو ببینی، خیلی از ماتریال ها رو داریم مینویسیم، میدونی؟ شو تو شاید مثلا یه سال طول بکشه که یه برنامه یه ساعته کاملا تموم کنی که بعد بتونی بذاری روی
تلویزیون میشه استنداپ اسپشال، بعد میره روی یوتیوب از اون حرفا. بله. پس شما اگه مثلا ژانویه بیا منو ببینی، دسامبر بیا منو ببینی، خیلی از ماتریال ها شاید شبیه هم دیگه باشه. آره اتفاقا اینم یه سوالی بود که میخواستم از شما بپرسم. آره ولی ببین، ولی اون وسط بذار، اون وسط من دوست دارم که مثلا فرض کن خب اگه ماتریال دارم میگم، انگار دارم داستان خودم رو میگم، من انگار شما داری داستان میگی، هر شب میری داستانتو شروع میکنی، بعد کلابای مختلف رو میری، شهرهای مختلف رو میری، پس خیلی ها مثلا شاید این برنامه رو ندیدن هنوز. پس شما وقتی از اون داستان شما چکش کاری شده است دیگه، یعنی جاهای مختلف آره. امتحان کردی، آزمون خطا شده. اون وسط ها اگر من مثلا بتونم از داستانم بیام کنار با یه کسی صحبت کنم، اون همون شب برای من هم منو زنده میکنه، چون که من همونجا باید فوکس کنم باش صحبت کنم، هم تماشاگرها میبینن که اوه واو این مثلا داره با فلانی که روبروش نشسته داره یه اسکریپت جدید مینویسه. بله. پس این برای من یه چیزی هستش که من خیلی دوست دارم و سعی میکنم تو برنامه داشته باشم. مثل تئاتر میمونه دیگه، درسته؟ ما که اجرای اول تئاتر با اجرای آخرش خیلی متفاوته با هم دیگه، لحاظ در اومدن کلا سناریوی اصلی و رفع اشکال شدنش و اضافه شدن جذاب. تئاتر فرق تئاتر با کمدی خورده یه چیزی هستش که با کمدی، ببین وقتی ما استنداپ رو اجرا میکنیم، ما با تماشاگرها صحبت میکنیم، میگن که به انگلیسی میشه fourth wall، یعنی دیوار چهارم. بله. چون که سه تا دیوار هست پشت دیگه، یه دونه سمت چپه، یکی سمت راستی که پشتته. fourth wall تماشاگرها هست. معمولا تو تئاتر این fourth wall رو نمیشکنن. مثلا یاری داره تئاتر اجرا میکنه، شما بری مثلا برادوی تو نیویورک یه برنامه رو ببینی، خیلی وقت همون برنامه رو همون جوری که یه سال پیش اجرا میکرد همون جوری دوباره داره اجرا میکنه. متوجه. ما کامیدین ها با تماشاگرات صحبت میکنیم و از ژانویه تا دسامبر درست خیلی از متریال شبیه هم دیگه خواهد بود، ولی خیلی هاش هم فرق میکنه. چرا؟ چون که مثلا تو شاید یه شبی بیا. آره. خیلی خوب آقا، در مورد استنداپ ها میخواستم ببینم که بیشترش تجربیات شخصیتونه یا زایده ذهنتونه یا تراوش شده از ذهنتونه، یعنی بر اساس اون چیزی که خودتون خلاقین دیگه تو این زمینه مینویسینش. آره. یا حالا در ارتباط بودن با مردمم درش دخیله. جالب این میپرسی، چون که خیلی وقتا مردم من تماس میگیرن میگن آقا مثلا یه تجربه ای داشتم که خیلی خنده‌دار بود، بذار برات بفرستم تو میتونی بذاری توی برنامه. منم همیشه جوابم اینه هستش که ببینین، من خودم وقتی دارم رو صحنه یه چیزی یه جوک رو اجرا میکنم، باید یه تجربه باشه که خودم داشتم، باید یه مقاله باشه که خودم خوندم. چرا؟ چون که من باید با پشن خودم این برنامه رو اجرا کنم. مثلا باز میرم به همین اینستاگرام ها که دارم هر روز میذارم، نمیدونم دیدی یا ندیدی. بله، دوبار راجبه، نه میدونم دیدی ولی نمیدونم دیدی یا ندیدی، راجبه یه موشی که اومده تو خونمون صحبت میکنم. یه موش اومده تو خونمون، داریم سعی میکنیم یه راهی پیدا کنیم موشه رو بیرون کنیم یا بکشیم یا بگیریم. بعد این اتفاقی هستش که در واقع افتاده و بله. همون اوله که کرونا اومد این موشه هم اومد، هم موشه اومد هم این که لباس ماشین خوشکنمون از کار افتاد. حالا این چیه؟ این تجربه زندگی خود منه. پس من میتونم راجع به این با پشن صحبت کنم، میدونی؟ حالا تو بیا به من بگو ماز خونه من یه موش اومده، من دارم سعی میکنم بگیرمش، یه اتفاقای خنده‌دار افتاده، تو بیا اینو استفاده کن. من میگم من نمیتونم، تجربه باید مال خودم باشه. خب پس منشأ این اسلنگا و این اخلاقیات کوچه بازاری ایرانی از کجا میاد؟ شما که 6 سالگی از ایران رفتی و ارتباطی خب نداشتی. خب ببین اون استنداپ نیست، اون ببین اون بنظر اون من سعی میکنم که یه ایده ای که به مغزم اومد، نمیدونم چه شبی بود کجا بود، چون که من وقتی برنامه اجرا میکنم به زبان انگلیسی اجرا میکنم. چرا؟ چون که اولا که آمریکا بزرگ شدم و با زبان انگلیسی صحبت کردن راحت تر هستم، یعنی میدونم که خب الان من فارسیم خوبه ولی تا حد مثلا شو من اگه بیام اخبار ایرانی نگاه کنم بعضی وقتا گم میشم، نمیدونم چی دارن میگن، چون که خیلی یعنی یه لحظه که میخوام یه ذره جلوتر بهش بپردازیم و بازش کنیم با هم. ولی شما ولی بذار اینو بذار اول جواب بدم سوالی که داشتی. آره. و به خاطر این من برنامه‌ای که اجرا میکنم به انگلیسی و در ضمن سراسر دنیا که برنامه اجرا میکنم تماشاگرها انگلیسی صحبت میکنن، درسته ایرانی هم هست تو تماشاگرها، ولی مثلا خود الان گفت مثلا قطر عرب بود، ایرانی بود، آمریکایی بود. بله. آره مثلا آمریکا که هستم اینجوری هم هست. پس من یکی دو بار شده بود
که رو صحنه بودم، یا لف فکتوری بود یا کامیدی استور تو لس آنجلس، داشتم برنامه اجرا میکردم. بعد نمیدونم چی شد، ولی یهو شاید یه دونه از حرفای ایرونی مثلا پدر سوخته یا پدر سگ چیزی به نظرم اومد، و شروع کردم به تماشاچیای آمریکایی بگم. گفتم میدونی جالبه، مثلا ما وقتی یه فوشی میدیم مثلا به پدرها، مثلا به پدرام بگیم پدرت سگه، خب مثلا your father is a dog یا مثلا your father is burnt. پس من شروع کردم این ایده رو یه خورده به آمریکایی‌ها و به زبان انگلیسی صحبت کردن داشتم توضیح میدادم. این یهو باعث شد که به خودم گفتم ببین میتونم بیام روی اینستاگرام به عنوان مثلا یه برنامه هفتگی که هر چهارشنبه، اتفاقا امروز باید بذارم یه دونه، هر چهارشنبه سعی میکنم یه جمله یا یه لغت فارسی رو به کسایی که فارسی صحبت نمیکنن یاد بدم. پس امروز این باعث شد که چی میخوایم آره بگیم؟ امروز اتفاقا میخواستم بگم، امروز فکر کنم میتونیم افتخار اینو داشته باشیم که تو برنامه‌مون بگیم. میخواستم به مردم بخوام ببین اون اولا داشتم سعی میکردم این گفته چیزایی که مثلا میگیم، مثلا چی میگم، مثلا یارو شاید بگه مثلا کوفت، مثلا یکی گفته بود کوفت، یعنی مثلا خفش شو. خب مثلا این برام جالب بود، گفتم بیا اینو به مردم یا بدم به انگلیسی یا آمریکایی که مثلا اگه مثلا مثلا شوهرتون داره اذیت میکنه بگین کوفت خفش شو. بعد اون اولا بود، حالا من یه جوری شده که سعی میکنم با اتفاقایی که تو دنیا داره میفته یه جمله یا یه لغت پیدا کنم که به اینا یاد بدم. پس امروز چون که هممون تو خونه موندیم و قرنطینه هستیم، گفتم شاید بتونم مثلا یه جمله بدم که به هم دیگه میتونیم مثلا چیز تو خونه میتونن استفاده کنن. پس خواستم بگم که مثلا یه چی بود، میخواستم بگم ولم کن. چرا ولم کن؟ چون که میدونم مثلا الان بچه‌م اومد الان دیگه، میخواستم به آمریکایی‌ها به کسان دیگه که دارن نگاه میکنن بگم که اگه یه کسی الان که همه قرنطینه هستیم همدیگر رو داریم 24 ساعته میبینیم، اگه بچه‌تون، زنتون، شوهرتون، هم اتاقیتون اومد مثلا داری سعی میکنی یه چند ثانیه برای خودت گذاشتی کنار، میاد اذیتت میکنه، بعد بگی اه بلم کن. میخوام یاد بدم امروز. خوبه، خیلی عالیه. مازه عزیز، این موضوع کتابتون از کجا اومد؟ این دغدغه فکریتون برای نگارش این کتاب از کجا اومد و میتونیم برام یه توضیح کوتاه بدین که کتابم اسمش هست I'm not a terrorist but I've played one on TV، که یه کتابی بودش که فکر کنم 5-6 سال پیش نوشته بودم. میدونی یه موقعی بود توی آمریکا که خیلی کامیدین ها داشتن داستاناشون رو مینوشتن. چرا؟ چون که ما هم تور میکردیم زیاد، هر جم که تور میری خب مثلا بعضی وقتا 1000 نفر 2000 نفر میان برنامه تو میبینن. پس منیجرم بهم گفتش ببین من فکر میکنم اگه تو داستانتو بتونی بگی کسایی هستن که میخوان بشنون داستانتو و میخوان کتابتو بخونن. پس من شروع کردم و کتابمو یه جوری نوشتم که از ایالتهای مختلف و کشورهای مختلف که دیدم در این 20 سال اخیر داستانهای مختلفو میگم و داستان خودمو میگم با طنز. پس این کتاب در اومد و مثلی که یه کسی در ایران راشی بخواهی نمیشناسمشون، ولی چون که خب ایران و آمریکا با هم دیگه چیز ندارن، رابطه اقتصادی ندارن، پس نتونستن پابلیشرهای این طرف نتونستن بفرستن به ایران، ولی یه کسی تو ایران ترجمه کرد و زحمت نشرشو کشید. آره خیلی ها خریدن و بعضی وقتا عکسشو برام میفرستن. من خودم نمیدونم کجا مردم میتونن پیدا کنن، ولی اگه علاقه مندش هستن میتونن با همون اسم منو بذارن توی گوگل حتما پیدا میشه. خب و در مورد کلن اون اتفاقایی که باعث شد که شما این کتاب بنویسین چه چیزی بود؟ اتفاقا همین بود که گفتم دیگه، منیجرم به هم گفت ببین تو داستانت فکر میکنم برای بعضی ها جالب خواهد بود، چون که خب گفتم لحاظ فکری میگم، از لحاظ فکری دارم میگم. ببین من خودم ببین شما وقتی داری مثلا تو الان داری زندگی تو میکنی، بعد یکی بیاد بگه آقا برو کتابتو بنویس، میگه با من هنوز جوونم، من وقتی کتاب نوشتنم نیست که هنوز. ولی منیجرم وقتی من گفت و من شروع کردم فکر کنم به داستانا و تجربه‌ای که داشتم، دیدم که واقعا یه داستانی بود توش. و بهت بگم در ضمن برای ماها که از ایران اومدیم به آمریکا یا هر کسی که از خاورمیانه اومده به آمریکا، ببین هنوز ما رو تو آمریکا یه جوری دیگه نگاه میکنن. یعنی میدونم که ما ایرونی همیشه میگم ما ایرونی خودمون میدونیم چقدر آدمای خوبی هستیم، چقدر تاریخ داریم، چه کارهای خوبی کردیم، از خودمون خیلی
چیزای هر وقت که موفقیت هست توی فرهنگمون ما میدونیم، ولی متاسفانه تو آمریکا نمیدونن. خیلی تو آمریکا مثلا ما و عربا و تروریست و همه رو با هم دیگه میکس میکنه. پس یه دونه از در سکانس جیمی وست بود که به تاریخ و اینا داشتین میبالیدین و میگفتین ما اینو اون و فلان و 2000 سال آره. قدمت و اینا. آره و یه دونه از دلیلام که کتاب نوشتم این بود که مثلا خب کتاب میدونید وقتی مردم آمریکایی، مردمای آمریکایی که کتابو بخونن میبینن که با طنز، باز سعی کردم با طنز داستان خودمو بگم که اینا ببینن که واقعا مثلا ما ایرونیا کی هستیم و بتونن یه خورده بخندن. و یه دونه از هدفای کمدی ما در آمریکا اصلا اینه که مثلا دوست دارم وقتی تماشاگرها میان برنامه بیان بشینن توی یه سالن، ایرونی باشه آمریکایی باشه، با همدیگه بخندن و ببینن که ماها دوست داریم بخندیم. چون باور کن قبل از این که ما رو رو صحنه ببینن تو آمریکا اصلا کسی عادت نداشت که ببینه که ایرونیا بخندن یا اصلا کسان مردمان خاورمیانه بخندن. خیلی جالبه، برای خودم خیلی جالبه این اتفاق که چطور شما این همه محبوبیت رو به دست آوردین و خیلی هم دارین تلاش میکنید که وجهه خاورمیانه و وجهه آدمای شرق رو به نوعی توی غرب تغییر بدین. این خیلی برام جالبه. اینو این چند وقتی که دنبال میکردم میدیدم که شما خیلی شوخی های جالبی میکنین و وجهه رو خیلی کمک کردید که تغییر بدید و عرضم بزرگ به نظر من خیلی هم موفق بودین تو این زمینه. مازه عزیز، برنامه برای تولید محتوایی به زبون فارسی ندارین، چون درسته که شما یه وجهه بین‌المللی هستین ولی خیلی خواهانتون هستن، علل خصوص تو ایران. من میبینم که خیلی کیف میکنه، حالا شما خودتون شوخی میکنید با این موضوع که پدر بزرگ یا مادر بزرگشون رو میارن توی این استنداپ ها و مثلا لبخند میزنن و متوجه نمیشن. شما نمیدونی که چقدر میتونه جذاب باشه. فکر کردین راجع بهش؟ طرح و برنامه دارین یا نه؟ آره باور کن ببین، من دلم میخواست که این کارو بکنم. اولا که باز میگم شما اگه برنامه منو بیا ببینید، من چون متاسفانه به ایران نیومدم که برنامه اجرا کنم، ولی درست. شما هر جای دنیا که بیای برنامه منو ببینی، درست ایرونی هست ولی درست. خیلی ها هستن که ایرونی نیستن و بله. به نظر من خوبی این هستش که ببین ما تجربه‌های ما، حالا تو ایرونی باشی، چینی باشی، عرب باشی، آمریکایی باشی، فرقی نداره، وقتی راجع به زندگی خودت، داستان خودت صحبت میکنی، خیلی ها از سراسر دنیا همین تجربه تو رو داشتن و دارن. درست. پس درست. به اون دلیل میدونی من وقتی برنامه اجرا میکنم زبون انگلیسی، در واقع خب زبون فارسی اولین زبونم بود، ولی من از 6 سالگی اینجا در آمریکا بزرگ شدم، یعنی من 42 ساله که آمریکا هستم. از زبون انگلیسی اگه بخوای بگی قوی ترین زبون من چی هست، انگلیسیه. زبون فارسی برای من خب الان اینجوری صحبت میکنم، ولی اگه بخوام برم برنامه اجرا کنم، اولا که تو نمیتونی برنامه تو از انگلیسی بگیری و صاف ترجمه کنی به فارسی و انتظار داشته باشی که هنوز خنده‌دار باشه، چون که اینجوری نمیشه. تو باید واقعا از اول شروع کنی برنامه رو به زبون فارسی بنویسی و برای تماشاگرای ایرونی یا فارسی زبان بنویسی. درست. و برای من راشو بخواید دارم میگم، مثلا من اولا که نفکر میکنم قدرتشو دارم، از لحاظ من نوشتن و خوندن فارسی مثلا خوب نیست. حالا من میخوام یه چیزی بگم، ببخشید حرفتون رو قطع میکنم. من اتفاقا یه چیزایی در مورد این مسئله نوشتم و میخوام حالا یه قولی به نوعی از شما بگیرم. ما تم برنامه‌مون به نوعی فانه، خب میخوام ببینم که میتونیم در آینده، حالا چه تو شوفش و چه در جای دیگه، پلتفرم دیگه، با هم دیگه یه محتوایی تولید بکنیم به زبون فارسی که خب به نظر من خیلی پتانسیل داره که دیده بشه و جذاب باشه در این زمینه. ببین دمت گرم، عاشقتم، خیلی هم آدم باحالی هم هستی، ولی متاسفانه نمیتونم. ببین باور کن من یه بار فقط، ببین من یکی دو بار با مکس امینی که رفیقمه، اون برنامه داشتش روی نمیدونم کدوم کانالی بود، ولی برنامه به زبون فارسی بود. درست. من باهاش چند بار شرکت کردم و ببین اگه مثلا اینجوری باشه، مثلا تو داری من سوال میکنی و مثلا چند تا سوالای شوخ و طنز بکنی، من میتونم جواب بدم و سعی کنم باز خنده‌دار باشه و اینجوری باشه. درست. ولی بخوام بیام وقت بذارم که مثلا برنامه کامل استنداپ کمدی به زبون فارسی بنویسم، هم وقت، خیلی وقت میخواد، همین که اصلا بدارم میگم مثلا خوندن و نوشتنم از به زبون فارسی خوب نیست و در ضمن دارم میگم من اصلا ببین یه جوری یه چیزی هستش که اگه مثلا من ایران زندگی میکردم فرق میکردم، میگفتم خب تماشاگر چه ایرانی هستن، بیا به زبون فارسی اجرا کنیم،
ولی باور کن من تماشاگر من اصلا شما وقتی لایو هم که میای خیلی هم میان میگن آقا فارسی بگو ما همه ایرانی هستیم، ولی آره. باور کن عرب هست، ایتالیایی هست، فلان بدن. یعنی اینجوریه دیگه. من نمیتونم یعنی از ببین تو انگار داری به یه کسی که مثلا بگه آقا من موسیقی کلاسیک میزنم، تو میگه حالا تو بیا جاز بزن، دیگه میتونم بزنم ولی متاسفانه خرابش میکنم. آره ولی من احساس میکنم این یه خلاییه. حالا من توضیح دادم شاید شما درست متوجه نشید، نمیخوام بگم تحت عنوان حالا مثلا شوفر شو باشه خب، ولی میشه یه کاری کرد که الان این همه مخاطب فارسی زبون که شما رو میبینن و علاقه مندن، حالا نه تنها ایران، ما همسایه‌مون افغانستان هست، همسایه‌های شمالیمون هستن که به زبون فارسی مسلطن و میفهمن و خیلی جذاب میشه به نظر من. حالا بهت حالا بهت قول بدم یه روز در آینده یه فکری میکنیم، حالا ببینیم چیکار میکنیم. شور فکر میکنین یه روزی بشه که شما بیاین ایران استنداپ کنیم؟ والا من از خدام یه روز بیام ایران برنامه اجرا کنم. میدونی خب متاسفانه الان وضعیتی که هست بعد بین ما و ایران و آمریکا و بعد خود منم خب میدونی برنامه‌ام که من اجرا میکنم بعضی وقتا شده مثلا چیزای شوخی بگم راجع به بعضی از سیاستمدارای ایرانی که شاید به نظر من برای من ریسکش نمیارزه. پس به اون دلیل ایران برنگشتم. من حدود 20 سال ایران نیومدم و از خدام بیام ایران، چون که گفتم بچه خود من 11 سالشونه 9 سالشونه، کاش که میتونستم بیام مثلا تابستون 3 ماه اونجا باشیم، فارسیشون خوب بشه، فارسی خود من خوب بشه. اساس این موضوع که بچه‌هاتون حتما فارسی هم بلد باشن. ببین من زنم من میدونم که مادرشون هندیه و شما آره زنم هندیه آره زنم هندیه، از 6 ماهگی توی آمریکا بزرگ شده، منم از 6 سالگی تو آمریکا بزرگ شدم. درست. اون اولا ما سعی کردیم با بچه‌ها به فارسی هم صحبت کنیم ولی متاسفانه زنم که فارسی بلد نیست، منم چند تا جمله و چند تا لغت بهشون یاد داده بودم. مادرم وقتی باشون صحبت میکنه سعی میکنه یه خورده بهشون یاد بده و من چند بار شده براشون کلاس گرفتم و امیدم اینه که چند تا لغت و جمله یاد بگیرن و یه سنی برسن که خودشون بخوان این زبون رو یاد بگیرن. چون برای من حالا باشه فارسی، باشه اسپانیش، باشه ایتالیایی، باشه هرچی، به نظر من اگه بتونید زبونای مختلف رو یاد بگیرین بله. در آینده برنده هستید. بله 100% همینطوره. استنداپ کمدین مورد علاقتون؟ والا استنداپ کمدی مورد علاقه زیاد هست، چون که ببین این روزا به خاطر نتفلیکس، به خاطر یوتیوب شما خیلی ها رو میتونی پیدا کنی و ازشون تماشا کنی و لذت ببری. خب توی اجتماع خودمون خیلی ها هستن، گفتم مکزمینی هست، بله. امیر کی هست، رفیقم تهران هست، ما همه با هم دیگه رفیق هستیم. بله. توی اجتماع بزرگتر کسایی مثل دیو شاپل هستن، بیل بر هست، رفیقم سباستین هست، یعنی بهت بگم این روزا ویتنی کامینگز خیلی ها هستن و بس آدم بره روی یوتیوب یکی از کلیپ های مثلا من و یکی کسی ببینه، خودت میدونی که یوتیوب بعد مثلا میگه اینو حالا ببین، اینو حالا ببین. بله ساجست. و این روزا فکر میکنم کامیدی خیلی بزرگتر و بزرگتر شده، استنداپ کامیدی توی سراسر دنیا. ماز عزیز استنداپ کمدی ایران رو دنبال میکنی شما؟ روش بخوای کم، بعضی وقتا برام چیز کلیپ میفرستن و تماشا میکنم. چیزی هست که اسمی ببرین ازشون که چیزو برام میفرستن؟ ریوند حسن ریوندی. آره حسن ریوندی برام میفرستن، خیلی کارش جالبه، خیلی 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 دوست دارم. خیلی ولی راشب... داره ها تو ایران میدونم. آره ببین من میگم ببین من ببین باز میگم من، چون که تو بگو به من ماز تو مثلا چیا رو میبینی و مثلا بگو چه چیز مثلا توی هم از لحاظ تلویزیونی، هم از لحاظ برنامه زنده، هم از لحاظ موسیقی، من واقعا دارم میگم سراسر دورور من همه چیزایی هستش به زبان انگلیسی. میدونی مثلا من کامیدی که میبینم روی نتفلیکس میبینم را یا توی کلابای آمریکا برنامه زنده میبینم و کامیدیان ها همشون خب به زبان انگلیسی اجرا میکنن. برنامه تلویزیونی که میبینم چیزایی هستش که باز میگم تو آمریکا و به زبان انگلیسیه. پس به خاطر اون من مثلا گفتم بعضی وقتا کلیپ های حسن ریوندی برام میفرستن و مثلا گاهی گودار مثلا نگاه میکنم و کارش هم خوبه، همین که اصلا طوری که
اجرا میکنه میشه دید که تجربه داره، میدونی همون حرفی که اول برنامه زدیم، میشه درست. دید که وقت گذاشته و تا یه سطحی رسیده که وقتی حرفاشو میزنه خنده‌دار حرفاشو میزنه. بعد آینده استنداپ کمدی ایران رو چه جوری شما میبینین؟ والا من امیدم هستش که بهتر و بزرگتر بشه. ببین استنداپ کمدی، ببین ما همیشه، من خب ما ایرونیا توی فرهنگمون جوک گفتن رو داشتیم. جوک بله. گفتن چیه؟ مثلا تو وقتی میری مهمونی، آقا میگه آقا مثلا فلانی میره خونه میبینه مثلا زنش داره این کارو میکنه، اینجوری بعد جوکامون رو میگیم، این جوک گفتنه. استنداپ کمدی که ما تو آمریکا از سالهای پیش میدیدیم یا مثلا توی غرب میدیدیم، این فکر میکنم سالهای مثلا 1940-1950 بعضی از کمدین ها، یکیشو به نام لنی بروس، مورت سال، دیک گرگوری، اینا یه کسایی بودن که قبل از اینها توی آمریکا اونا هم فقط جوک میگفتن، جوک درست. میگفتن. وقتی که ساله 1950-1960 جورج کارلین اینا اومدن رو صحنه، ریچارد پرایر، اینا شروع کردن راجع به زندگیشون صحبت کنن، درست. شروع کردن راجع به اتفاقایی که افتاده توی زندگیشون، حالا باشه چیزایی که موفق بودن، چیزایی که شکسته داشتن تو زندگیشون، صحبت کنن، و این شد استنداپ کمدی مدرنمون. مردم میخوان ببینن که تو که میری رو صحنه صحبت کنی، شاید مثلا بری رو صحنه بگی آقا مثلا من نمیدونم با زنم طلاق گرفتم، بعد از اون جوک میسازی، یا شاید بری رو صحنه بگی آقا مثلا من خونم رو از دست دادم، از اون جوک میسازی. حالا چیه؟ تماشاچی ها میبینن، میبینن که واو، مثلا من فکر کردم زندگی من سخته، اینم زندگی سخته، میفهمی؟ پس بله. به خاطر اون من فکر میکنم که این استنداپ کمدی که ما تازگی داریم شروع میکنیم توی ایران ببینیم، یه جدیدتر هست که از غرب اومده به ایران که الان مردم دارن شروع، آره، و اینم به نظر من در آینده، در 30-40 سال آینده، امیدم این هستش که بیشتر مردم برن رو صحنه اجرا کنن، کمدین بیشتر داشته باشیم و بیشتر راجع به زندگی‌هاشون صحبت کنن، بیشتر راجع به شکسته‌هاشون صحبت کنن. این به نظر من میشه استنداپ کمدی آره جذاب تر میشه. آره. من میخوام یه ذره اذیتتون کنم، اجازه دارم یا نه؟ بفرما، قربونت برم. آقا ببینید، تو این بخش دو تا ضرب المثل ما داریم که میخوام ببینم شما میتونید برامون برش گردونید به انگلیسی، اگر که اوکی بود که بریم، اگر نه شما خودتون چیزی از اجراهای قبلتون که خیلی هم اینجا طرفدار داره مثل اون گوز و شوز و اینا برامون تعریف کنید. یکیش هستش که میگه پس تو بپا، پیش تو بپا، گوز تو رها. پس تو بپا، پس تو بپا، پیش تو بپا، پیش تو بپا، گوز تو رها، گوز تو رها، گوز تو رها، گوز تو رها کن. آها، یعنی پشت نگاه کن، جلو تو نگاه کن، بگو. آره، این داره میگه که اوضاع احوالو اینجا بسنج چه جوریه، معنیش اینجوریه. اوضاع احوالو آها دیگه، همینه که هست، همینه که هست. آره دیگه، خیام میگه، میگه از دهی که گذشت هر چی گویی خوش نیست، خوش باش، و و از دهی مگو که امروز خوش است. یعنی چی؟ یعنی آقا حالا دیگه پشت و جلو نگاه نکن، بگوز. به انگلیسی هم میشه look behind you, look in front of you, fart. خیلی عالی شد. در ضمن من میخوام ایست بدون بگم ایرانی ها نمیدونم چرا با یوتیوب اینقدر بیگانن، و این چند وقته من هرچی ویدیو از شما میخواستم ببینم رفتم روی یوتیوب چنل شما، اونجا سابسکرایب کردم. دوست دارم همه کسایی که دارن این لایو رو میبینن برن یوتیوب چنل شما و سابسکرایب کنن، تمام استنداپ ها و ویدیوهای شما رو اونجا ببینن که دیگه همه اونجا مخزنشه دیگه. خیلی جذاب بود، یعنی خیلی چیزایی که دنبالش میگشتم اونجا پیدا کردم. آره دیگه، خوشبختانه یوتیوب دیگه تمام کلیپ ها اونجاست دیگه، تو این آره. تو این آره خیلی آره. شما فعالین و ویوهای خیلی خوبی هم دارین اونجا. مرسی مرسی. من اونجا آره. تکمیل تره، همه بخوام ببینن برن اونجا. آره. ماز عزیز زیاد خسته نمی‌کنم، دو تا سوال دیگه که در پایان همیشه میپرسم و از شما میپرسم و بعدم که دیگه خدافظی، اینه که میخوام بدونم که الان تو این وضعیت کرونا چه تأثیری روی زندگی شما گذاشته، حالا چه منفی چه مثبت. ببین میگن که خب تو زندگی، الان خودت گفتی دیگه، پس دو بپا، پیش دو بپا، بگو.
ببین واقعا اینه دیگه، ما کاریش نمیشه کرد. میدونی من میدونم که بعضیا خب الان تو در طول روزت نمیده چه اتفاقی میفته، پس ما باید سعی کنیم با هر اتفاقی که افتاده بسازیم و جلو بریم. من دارم سعی میکنم تا میتونم مثبت باشم، سعی میکنم هر روز یه ورزشی بکنم، ورزش که بهترین چیزه، میرم توی همین دور بلاکمون چند بار میدوام، یه خورده عرق میریزم، خودم یه حال بهتری دارم و احساس میکنم که یه کار مثبتی کردم در روز. و یه دونه از دلایلی که اصلا میرم رو اینستاگرام لایو این هستش که باز احساس کنم که یه کاری انجام دادم. پس این دو کاری هستش که من میتونم بکنم، تو کنترل خودم هست. بعد دارم سعی میکنم تا میتونم، خب الان بچه‌ها خونه هستن، خانمم خونه هست، سعی میکنم مثلا آخره روز که تا شبم که میشه سعی میکنم که دورور بچه ها بشینیم، فیلم هایی که چند وقت ندیدیم ببینیم، سعی میکنیم. میگن دیگه این الان فامیلی تایم دیگه، میدونم که الان خب فشار زیاد هست، شما هر کاری که بکنی، هر کسی که باشه، تو فکر کن تو یه خانواده باشی که دو نفر باشین، سه نفر باشین، چهار نفر باشین، هر عده‌ای داری، هر کدومشون تجربه خودشونو دارن و مود خودشونو دارن تو روز، پس شاید تو خوشحال باشی طرف عصبانی باشه. پس باید سعی کنی بسازی. و یک پیشنهادی و یک نصیحتی که به هر کسی میکنم، شما اگه تو خونه هستی با یک کس دیگه، باشه زنت، شوهرت، هم‌اتاقیت، هر کی، اگه دیدی که طرف پاشده و داره تمیزی میکنه، تو هم پاشو یه جارو، یه حوله، یه چیزی بدست، یه کاری بکن که اون عصبانی نشه. چون که بهت بگم اگه تو بشینی پاتو بذاری روی میز وقتی طرف داره تمیز میکنه دیگه، آره کار تمومه. جنگ. آره بهش برمو. آره. بعد دنیای بعد از کرونا رو شما چه جوری میبینی؟ دنیای بعد از کرونا من دارم به مردم میگم که فکر میکنم دست دادن و ماچو بوسی دیگه گذشته. اون میشه. آره باید هممون مثل هندیا ناماسته بگیم، ناماسته. آره اتفاق همونه، ناماسته ناماسته. بعد یکی هم بخواد به دست بده نگو نه من دست نمیدم، چون که اگه اینجوری بگه میگه دست نمیدم، بعد طرف فکر میکنه که تو بهش بر میخوره، میگه تو داری میگی تو کثیفی، من دستتو نمیگیرم. ولی اگه ناماسته رو بدی، طرف میگه واو چقدر تو ماشاءالله روشن فکری، حتما یوگا میکنی. پس اون به نظر من آیندهمون هست. خیلی عالیه. من فقط این چند دقیقه آخر میخوام کامنتو باز کنم، شما خودتون هر کدوم که دوست داشتین جواب بدیم و بعد دیگه من مزاحمتی برای شما ایجاد نمی‌کنم. 100% یکی هم اومده در جلومون، پس تو کامنتا رو بیار، من الان اوکی برم ببینم کی اومده در جلو. کارتو بکن. آقا حرف بد نزن اینا. من حرف بد نمیزنم. فلفل میریزم اون ماز تو دهن هر کسی که فلفل. این خانم میمونه. های بذار من بیام اینجا. خب بفرما. همش that was great. خب اونا که اوکیه، دست و بوس و ماچو اینا نزنین، سوال اگر داریم بپرسین، اگر نه که ما دوستت داریم، منم شما رو دوست دارم. لاو دیگه بگو. از اعدادش طرفدار داری؟ میگه any suggestions for those who want to be a comedian. آره دیگه، اگه میخواین کمدین باشین، سعی کنین که تا میتونین برین رو صحنه، 4-5 بار در هفته اقلا برین رو صحنه و جوک بنویسید. اگرم دورورتون جایی که زندگی میکنین کلاب نیست، برای خودتون سعی کنین یه جوری کلاب بسازین، دوستاتون رو دعوت کنین، یه شب خونه یه کسی، یه شب خونه یه کسی دیگه. البته الان کرونا هستش، پس باید با زوم یا اینستاگرام لایو اجرا کنید. خیلی عالی. زده اهل کجای ایرانین؟ من تهران به دنیا اومدم. پدرم تبریزی بود، مادرم فامیلش اهل همدان بودن، منم بنده بچه تهران. خیلی عالیه. کدوم محله اینا میتونیم بگیم بهمون بگیم؟ والا من محلش اگه بگی یادم میاد. شهر غربه. نه چیز بود، شمال شهر بود. آره اون نزدیکای چی نیاوران میشه گفت. نیاوران آه. پاسداران نیاوران فکر کنم اون طرفا بودن، نمیدونم والا. خیلی عالیه. تو یوتیوب ایرانی کمتر میرن چون نت خوبی ندارن. اینم راست میگه، فیلتر شکنم مشکل داره. آقا میگم فیلم جدید بساز. این دوست ما گفته که فیلم جدید چی داریم در دست. آره ببین، فیلم جدیدترین فیلمی که در اومد یه فیلم بود به نام A Simple Wedding. A Simple Wedding که
شهره آقداشلو شرکت کرد توش، هوشنگ درسته؟ توزیع هست توش، تارا گرامی هست توش، ریتا ویلسن زن تام هنکس توش هست. اینو نمیدونم چه جوری پیدا کنن، ولی توی آمریکا و کانادا فکر میکنم روی آمازون و روی اپل هستش و دیگه نمیدونم کجا، ولی A Simple Wedding جیمی وست بودم که فیلمی که آره ساخته دیدم. بودم اونم هست، مردم میتونن ببینن. ماز عزیز نوشته برای نویسندگی در کمدی چه تمرین های پیشنهاد میکنی؟ ببین نوشتن کمدی من خودم اون اولی یه کلاس گرفتم و اگر باز میگم اگه تو غرب هستن میتونن، یه کتابی هست این خانومه که کلاس رو داشت کتاب رو نوشته، اسمش هستش اسم کتابه هستش The Comedy Bible، اسم نویسندش هم هست جودی کارتر. این یه خانومه هستش که کلاس داشت، بعد من کلاس رو گرفتم اون اولا برای نوشتن میگن که سعی کنین از تجربه خودتون بگین، سعی کنین راجب چیزایی که شما رو از چیز شما رو یونیک میکنه بگین. یعنی من اون اوله شروع کردم راجب تجربهاتم به عنوان یک ایرانی در آمریکا صحبت کنم. شما اگه مثلا یک آدم جوونی هستی شاید راجب تجربه جوون بودن صحبت میکنی، بله. و میری رو صحنه صحبت میکنی، سعی میکنی که ببینی داستانات همیشه پانچلاین داشته باشه، یعنی به عنوان جوک و طنز بگی، و میگم رو صحنه اگه بیشتر ببری رو صحنه میبینی که راشو پیدا میکنی. خیلی عالیه. خب بیش از این دیگه اذیتتون نمیکنم ماز عزیز، خیلی ممنونم از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین. نمیدونم تا حالا از ایران مصاحبه داشتین یا خیر، ولی باعث افتخار ماست که این اینترویو رو با شما داشتیم و امیدوارم که ارتباطمون با هم دیگه حفظ بشه و قطع نشه. حالا مرسی، دمت گرم، مرسی که من منو دعوت کردی و خیلی خوش گذشت، خوشحال شدم که تونستم با دوستان در ایرانم صحبت کنم. امیدوارم که همتون سالم باشین، همتون دیگه موفق باشین و دیگه فعلا با هم دیگه دوری و دوستی. بله ماز عزیز، شما باعث افتخار ما ایرانی ها هستید واقعا، و ما لذت میبریم یه چهره ای به این موفقی میبینیم توی دنیا، خیلی به خودمون میبالیم. دمت گرم، دمت گرم، مرسی که منو دعوت کردی. سلامت باشی، خدا شبتون بخیر. از اونجا روز دیگه، روزتون آره بخیر. روز بخیر، خدا.